روز خنده شو رو لب نشسته. در کل به کارنامه من که نگاه میکنم راضیم، بچه ها خوشحالن، موفقن، خودمون زندگی خوبی داریم. همه اینا رو مدیون عشق و اطمینانی هستم که بین من و فرهاد وجود داره. اتحاد و یگانگی از اول همراه ما بوده و باعث شده کشتی زندگی ما تو اقیانوس پرتلاطم زندگی به سرپرستی فرهاد به جلو بره. راستش تو این مهاجرت کم سختی نکشیدم. گاهی فکر میکنم اونچه که کشیدم بیشتر از توانم بود. شاید اگر ما تو ایران مونده بودیم مثل خیلی های دیگه عادت میکردیم و زندگی بهتری داشتیم. تو ایرانم قریبم. چه اون وقتی یارو من ضعیف صدا کرد، چه حالا که اصطلاحاتشون رو نمیفهمم. دختر دوستم تازه از ایران اومده، پریشب به من گفت خاله تیپ زدی. یعنی چی خوبه؟ گفت آره، یعنی خوشگل شد. بعد از 30 سال توی این مملکت هنوز احساس غریبی میکنم. احساس میکنم نه این مملکت به من تعلق داره، نه من به این مملکت. دوست داشتم جایی زندگی کنم که با افتخار بگم کشورم. دوست داشتم مجبور نبودم به همه توضیح بدم که من ایرانیم ولی با احمدی نژاد مخالفم. نگین آسیا ایران ما بود، شب تا غرب سخن از خاک ما بود، روانی نیستیم چنین ننگی به ایران، ایران زاد و بوم آریا بود. از غریب بودن خستم. تنها جایی که احساس غریبی نمی کنم تو چهارچوب خونمونه کنار فرهاد و بچه ها. سر کردیم و خیلی معدد دستان نمودیم با این آمد.
به سینه ستاب کردیم و از محلم دفاع کردیم. اینو گفتم که بدونیم ما چقدر در مقابل دشمن واقعا ضعیف و ناتوان. خونه فرشته اینا پیچ شمرون بود. اتاق فرشتم رو بالکن باز میشد. ما از سید خندان میومدیم پیچ شمرون دم خونه آقای طالقانی. اگه آقای طالقانی بود که با ما همراه میشد و با هم میرفتیم میدون 24 اسفند. اگر خودش نمیومد که بالاخره یه عده‌ای بودن از منزل ایشون با ما میومدن و همراه میشد. منم عین سربازای پارتیزان تو فیلمای ایتالیایی با غرور با حرم جمعیت راه میرفتم تا میرسیدم پیچ شمرون. یک نگاه پرغرور به فرشته خانم مینداختم، یک دستی که کن میدادم کلی شما نگران نباشید، ما انقلاب میکنیم برای شما، خیالتون راحت باشه. یه روز آقای طالقانی اعلام کرد که همه بیان نماز جمعه. 1,000,000 نفر ریختن تو خیابانم. سکوت همه جا رو گرفته بود جز قلب عاشق من که تاپ و تاپ میترده بود دیدن فرشته مثل تاپ صدا میگه. تا نگاه همون به هم تلاقی کرد یهو فرشته داد زد: فرها بلایی که سر امام حسین به سر بود یه قومی پیش آورد. وقتی رفتا از همون پچپچ پیچ شمرون پچپچ میافتاد که بریم قوم. ما پول تو جیبمون برای مال دولت بود یا مامان جونمون بهمون داده بود. تو ماشینمونم تو باکش پر بنزین مفت دولت بود. عشق انقلابی هم تو سرمون. از این حال و هوای دوران انقلاب هم بود. فقط میخوام بدونی من از کجا آمد. به قول هادی خورسندی: هم زنده باد گفتیم، هم مرده باد گفتیم، جز انقلاب اما کاری زمان نیامد. زین خاک پرگوهر هم دارم گلی که ما را خاکش تا سر نشست و در کف گوهر نیامد. یک عمر صبر کردیم شاعر سفر نیامد، از ما پدر در آمد آن بی پدر نیامد. قبل از اینکه بریم جمالون زیر سایه آقا یه مدت تو عباس آباد زندگی میکردیم. خونه دوستم رضا تو خیابون اندیشه بود. یه روز عصر با فرشته پیاده خوشخوشون را افتادیم به طرف خونه رضا. هر ماشینی از بغلمون رد میشد بو 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 میزد. با خودمون گفتیم حتما یه خبری شده. یهو یه خانومی کلش را آورد از بیرون و داد زد: درود بر تو خواهر مبارز، درود بر تو خواهر مبارز. نگاهی کردیم فهمیدیم خواهر مبارز فرشته چونه. یادش رفته بود رو سرش سرش کنه. میگم یعنی ما اینقدر از این نتیجه انقلاب سردرگم بودیم و جا خورده بودیم. قلم چرخید و فرمان را گرفتن، برق برگشت و ایران را گرفتن، به تیتر شاه رفته اطلاع توجه کرده کیهان را گرفتن، به جرم بخت جاوی بد لباسی زنان را نیز مردان را گرفتن. یادتونه تا مدت ها خیال میکردیم دو ماه دیگه اینا میرن؟ یه مدت هم شایع شده بود آقا مریض، یادتونه؟ خدا بیامرز، من خدا بیامرز مادر فرشتش و من فرشتر من مامان صداش میکردم. از من خواسته بود به محض این که شنیدی خمینی مرد به من تلفن بزن. گفتم باش. با هم فکر کردیم، گفتی ممکن این تلفن‌ها تحت کنترل باشه، یه جمله رمز بذاریم. این در اون در چی بذاریم و چی کار میکنیم و اینا؟ دیدم عموی
فرشته تیمسار آشتیانی که خونش رو به ما فروخته بود. عموی این عمو جان تیمسار هم صدای خمینی بود. گفتم باش، من اگه این اتفاق افتاد زنی میزنم میگم عموی تیمسار آشتیانی مرد که در زین یه تدائی سنی هم بشه و مامو یادش بیاد که من در اون رجوع کی صحبت میکنم. ولی خب ماشاءالله دیدی که آقا روز به روز رو میومد و هر جا حالش خوب جا میومد و اینا و از این جریان گذاشت، اصلا به کل این جریان از یاد مامان رفت. این دیگه حرف رمز و اینا یادش رفت مامان. ماها بعد یه روز رفتم سر کار رو دیدم دیگه همه میگن نه این دفعه دیگه آقا جدی جدی مرد. زود تلفن رو برداشتم گفتم مامان عموی تیمسار آشتیانی هم که مرد امروز. مامان بیچاره بیخبر از همه جا زود گوشی رو بر میدارم زنگ میزنه به آقای تیمسار آشتیانی حسیت میگه به همه جا. تفلک تیمسار که دیگه حالا ضعف اعصابم گرفته بود چه حالی میشه از این خبر بمونه. اول که خودش رو سرزنش میکنه که من چرا آنقدر بیفکر بودم که به دیدن این یک دونه عمو نرفتم. این تنها یادگار پدر بود. بعدم یک سری فوش نثار این دنیا میکنه که خاک بر سر این دنیا، خاک بر سر این دنیا که من نتونم یه تو که پا دیدن این عموی نازنین. دیگه من از مدتها سرزنش و شماتت خودش و گریه و زاری زنگ میزنه خونه اونجا که لاحق بپرسه تشییع جنازه که یه لاحق برای مراسم تفتادن اونجا باشه. تا زنگ میزنه عمو جان خودش گوشی رو برمیداره. تیمسار میگن عمو جان شمایی؟ میگه بله. میگه پس شما نمردی؟ عمو جان بالا هنوز که نه، یعنی شما بخوای میبینم عمو جان. تیمسار شرمنده از عموی پیر گوشی رو میذاره و گوشی رو قطع میکنه. ولی سالها مادر رو نبخشی. از اون به بعد به منم دیگه روی خوشی نشون نداد. تا دلتون بخواد ما تو انقلاب از این جریان نبشتیم. فرشته براتون گفته ما چی گذشت بهمون. با وجود این دل کندن از سرزمین مادری آسون نبود. به قول هادی خرسندی به تاریخ 1300 و چند زلب هامان تبسم رفت و لبخند به سال 1300 و غم اصول سرنوشتم شد فراهم. به تاریخ 1300 و ده به چه امید کردم از وطن کوچ. واسه اومدن با مشکلی روبرو نشدیم. فرشته که کارت سبز داشت، منم از طریق یه شرکت ایرانی در تهران به یه شرکت آمریکایی معرفی شدم در لس آنجلس که بیام به حسابای مالیشون رسیدگی کنم. خیلی راحت ویزا گرفتم و 6 ماه بعد با یه کیف دستی و بارونی خیلی شیک وارد فرودگاه نیویورک شدم. ازم پرسیدن چمدون داری؟ گفتم نه، اومدم قرارداد امضا کنه. نمیشد بگم با دو تا چمدون و یه سماور طلا و 5 کیلو زرشک و آلو و زعفران برای مصرف 5 سال اومدم اینجا قرارداد امضا کنم برم بیرون. میفهمیدم آمریکایی‌ها خیلی متمدنن. شما اگه بهشون بگی چمدون ندارم نمیگن دروغ میگی. 10 روز بعد چمدونتون میفرستن در خونه. از همون روز اولی که وارد آمریکا شدم به خودم گفتم اینجا سرزمین موقعیت هاست. باید یک کریستوف کلمب شد و بهتریناش رو کشف کرد و توش زندگی کرد. خیلی زود رفتم کلاس زبان. البته زبانم خوب بود و این فرشته بی خود میگه من زبانم بد بوده. از سوالای سخت سخت ازم میکردن هیچی نبود که فرشته بی با تو زور بگیم. خیلی سخت. مجانی اسمم رو نوشتم، فقط 50 سنت دادم پول کتاب. شب اول زنگ تفریح اومدم بیرون دیدم یه تراک بزرگ وسط حیات مدرسه است. توش بار چایی و قهوه و نوشابه و گفتم عجب مملکتی اینجا.
اینجا سن اسمتو می نویسن، کتاب بهت میدن، چای قهوه بهت میدن. رفتم برای خودم یه قهوه خوب درست کردم، توش کرم و شکر مفصل ریختم و خوب اینو ساختمش و نشستم بخوردم. شب دوم باز دیدم این تراکه اونجاست. گفتم خب حالا که همه چی مجانیه، منم امشب یه ذره گرسنم، یه چیزی بخورم. یه نوشابه بر خودم برداشتم و یه هات‌داگ خوبی برداشتم، جاتون خیلی خوب ساختمش، کچاپ و خردل و خیارش و همه چی. گفتم حالا بیام برای تنوع برم اون برای تراک بشینم اینو بخورم. رفتم اون برای تراک، دیدم این برم صفه. فهمیدم اینایی که این برای تراک برمیداری باید بیایی این برای تراک پولش رو بگیرم. دیدم اطمینانم خوب چیزی ها، این مردم خوب به هم اطمینان بکنم. شبها میرفتم کلاس و روزا کار میکردم. اصرار عجیبی هم داشتم که شخصا خودم باید گیلیمم عذاب بکشم بیرون و تا اونجایی که میشه از کسی کمک نگیرم. یادم همون اوایل تو زمستون سرمای سخت خورده بودم، برونشیت شده بودم. پیش خودم گفتم برونشیت لغت فارسی که نیست، اینا خیلی از لغت های ما مثل همه، من فقط کافی به ایشی زده لحجه بدارم همیشه نیست. مثل مثلا مادر، 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 برادر، برادر، تاکسی، تاکسی، برونشی، برانشه. مشکلی داری؟ گفتم I have brown shit. Excuse me. منم علی سرش کرد. گفتم I have brown shit. مرسی کرد و گوشی رو گذاشت و من میدونم اینا دل تو دلشون نبوده. ببینید کی از در داره با brown shit رو داره. اینا به برونشیت میگن برونکایتیس. این ندونستن زبانم واقعا دنیایی داره. طول کشید تا راب و چاب و یاد گرفتم و تو سیستم زندگی آمریکایی فهمیدم چه باید کرد. به قول پادی و خورسندی بدبختی ما یکی دوتا نیست. بدبختی ما اگر یکی بود، البته که در مختصر بود. بدبختی ما اگر دوتا بود، البته هنوز کم ضرر بود. انگار که کم شدن بنا نیست. بدبختی ما یکی دوتا نیست. سالها برای آقای رنی به مدل بازاری حسابداری میکرد، یعنی اون هر پولی رو که رد و بدل میکرد مینوشت. من میرفتم آخر ماه حساب کتاباش رو براش جور میکردم، مثل خاطره اینا رو مینوشت. مثلا مینوشت 8/11/89 امروز به زنم $200 پول دادم، به آقای میشه $450 بابت وسایل دفتری دادم، فرش قرمز را به مبلغ $1,500 فروختم. هر ماه هم مینوشت ویزای آمریکا $180. ولی یه ذره پایین تر، یه ذره بالاتر، هیچ وقت قیمت این ویزا از 250 نمیاد بالا. ما همه دوستامون تو ایران واقعا در حسرت آمریکا، اومدن آمریکا بودن. پیش خودم گفتم ببین باری کردم. این مرد اومده اینجا، هر ماه برای یکی از فامیلاش داره ویزا میگیره. سه سال طول کشید تا فهمیدم منظورش از ویزا کردیت کارت بوده. بدبختی ما یکی دوتا نیست، چون بی عدد است و بی حساب است، خود مایه رنج و استراب است. بدبختی عمده این که هر روز ماشین حساب ما خراب است. بین چرت که جواب گوی ما نیست. بدبختی یکی دوتا نیست. کلن باعث
اصطلاحات و مخفف ها خیلی اشکال داشتم، به خصوص زبان آگهی ها را اصلا نمیفهمیدم. مثلا نوشته بود مطب دکتر مدیکال اس میخواد، مدیکال ای اس اس، بعدم فهمیدم اسیستنت بوده. یه رسیدم نوشته که یه اکانتنت میخوان، یه حسابرس میخوان که همه مشخصاتش به من میخوره. نوشته بود کال 818 444 1558 جی جی. سعی زدم گفتم can I talk to جی جی؟ What؟ گفتم can I talk to جی جی؟ گفت who؟ گفتم جی جی. گفت ما اینجا جی جی نداریم. گفتم چرا اینجا نوشته کال 818 444 1558 جی جی؟ گفت سر that means garden grove. دختره هنوز داشت به من میخندید و جک و جان و اینا رو صدا میکرد که همه میتونم دست جمعی به من بخندید که من دیگه از خیر اون کار گذشتم. وقتی ما یکی دوتا نیست حالا پایینه زندگیمون رو فرشته براتون گفته، واسه هممون یه جورایی شده، بهترین دوستمون سرمون رو کلا گذاشته، نزدیکترین فامیلمون پولمون رو خورده، هموطنمون از تازه واردیمون سوء استفاده کرده، هر کس به طریقی دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه گرش می شکند، حرفی نیست از دوست بپرسی که چرا